شب همه میشه. آقای آزاد چی شد؟ دقیقاً تو رانده چهارم در مسابقات سرعت تو کلاس توربو خودرو اول بود، یک BMW بود که اول بود و به اینجا که رسید آتیش گرفت، ولی رانندش خیلی خوب عمل کرد، سریع پرید بیرون و خودرو قبل از اینکه آتش نشانی حتی برسه خاموش کرد. شاید اگه آتش نشانی میرسید ماشین جزغاله میشد. منم تقریبا بهترین تصویری که تا حالا ضبط کردم رو در اتومبیلرانی ایران گرفتم، تصویر خیلی جذابی بود. حسین محمودزاده شاید فشار زیادی خود به خودش آورده، فکر میکنم شاید نقص فردی شده این خودرو، به این طور انتهای کار میتونه ادامه بده. خیلی حسین محمودزاده فشار همه خوشه. اشتراک پذیر هست و من خود شرکت کننده آموزش دیده هست. بزای محمود زاده یه تشکیل جلاله بپرایی. بزای محمود زاده خدا رو شد که خودش سلامته و تونست که خدای خودش رو نجات بده. واقعا این نشونیه که راننده ها آموزش های خب خودرو که میبینید در کلاس توربو بود و اول هم بود، ولی اتفاق بدی براش افتاد و خودرو آتیش گرفت متاسفانه. در کنار آقای جنیدی هستم، ایشون قهرمان کلاس آزاد ایران هستن و با یه ماشین هیولا امروز اومدن. رقیب جدیشون هم که آقای محمد 27 اینجان. فکر می‌کنید امروز چه اتفاقی بیفته؟ عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی دوستان. خب مسابقه است دیگه، اتفاقات خودشو داره دیگه و اینکه امیدوارم یه مسابقه خیلی جذاب و دیدنی شاهد باشیم و اینکه برای همه آرزوی سلامتی میکنم اول و یه مسابقه خیلی خوب. در مورد ماشینتون توضیح میدین، الان قدرت موتورش چقدره، وزنش چطوریه و اینا رو چجوری با هم تنظیم کردین؟ ببینین وزن ماشین من 1300 و تقریبا 40-50 کیلوه و قدرتش هم اسبی که داده 600 خورده ایه تقریبا، حالا بستگی داره تو شرایط جوی که حالا مثلا بعضی وقت حالا 20-30 تا بالا پایین میشه. و حجم موتورتون هم بگیم؟ 5700. موتور چی هست؟ موتور فورد. موتور فورد. یه توضیح در مورد کاری که رو موتور کردیم اون میدیم. ببینید این موتور یه موتور اصلا مسابقه‌ایه، موتور ناسکار استفاده میکنن و ما کاری نکردیم، موتور خودش خوبه. یعنی موتور ناسکار رو آوردین گذاشتین؟ آره، تو مسابقات ناسکار هم این موتور استفاده میکنن. وقتی گیرباکس اینا چطور؟ همه چی مخصوصه دیگه، یعنی همه چی پک ناسکاره. وقتی که میخواین تو کلاس آزاد مسابقه بدیم، میخوای خوب باشی باید ماشینت عالی باشه. ما هم سعی کردیم ماشینمون خوب باشه، ولی امروز حالا یه مقدار دو سه تا ایراد کوچیک داره، ولی امیدواریم که به خیر بگذره.
خب یه چیزی که الان سخت گرده اومدن تو این کلاس به بچه ها کم تمیان هزینه های خیلی بالاست، درسته؟ 100%. ببینین مسئولین که هیچ کاری نمی کنن برای این ورزش، توقعاشون هم راننده ها زیاده. راننده هم اگر اسپانسر نباشه قول بهتون میدم اصلا سال دیگه هیچ کدوم از این کلاس ها برگزار نشه. شما ببینیم بنزین که ما الان میریزیم توی این ماشین 10 میلیونه، لاستیک استیک 4 تا میخواستیم برای این ماشین بیاریم هلوش 400 میلیون پول لاستیک استیک در میاد. آقا درسته به نظر شما من برای کی باید بیام مسابقه بدم؟ برای چی اصلا باید بیام مسابقه بدم؟ چی میای مسابقه میدی؟ برای دل خودم میامدم، ولی امروز دیگه برای دل خودم نیست. متاسفانه یه چیزایی رو آدم میبینه که دیگه از اون موضوع گذشته، موضوع دلم گذشته. یه مقدار رجوع بکنم به مسائل معنوی، نیومدنمون خیلی بهتر از اومدنمونه. یعنی هیچ دلخوشی نداریم، حتی تا مسابقه قبل ما دلخوشی داشتیم، ولی امروز که بخوام بیام برم این هزینه رو بکنم در هر شرایط، میدونی که حرف زیاده. اگه جنس ما هستین خب بس غم راننده ها هم باید بخورین. اسپانسری، کاری، یه حرکتی، اینجوری که نمیشه که راننده با این همه هزینه از مثلا بیاد مسابقه بده. خیلی برامو سخت شده. حالا بحث هزینه یه مقدار از نظر معنوی هم فکر میکنم با راننده ها مشکل دارن. در مورد پخش مستقیم خیلی از راننده ها انتقاد میکنن که پخش مستقیم نداریم و چرا فدراسیون کاری نمیکنه. حرفشون درسته. ما با شبکه ورزش سیما سال 1400 راستش نظر اونها مشارکته، یعنی میگن باید یه پولی بپردازین که در واقع ساعتی از ساعت تلویزیون به شما اختصاص داده بشه. این فقط هزینه پخشه، هزینه تولید هم جداگانه هست. بعدم تایید کننده ای که خب خودشون معرفی میکنن با واحد سیاری که معمولا شخصی هست و بیرون اینها با اینها میان و حالا کیفیت دوربین ها معمولا سطح پایین هست. استی بود اون چیزی که من دیدم و از همه بدتر ساعت اوت پخشه. مثلا 10 صبح پنجشنبه ما چند بار این کارو برای مسابقات سوپر بایکمون کردیم، تکرارم نداره. یکی دو بارم چون کندکتورشون شناور هست مثلا وسط مسابقه گرفتن رفتن روی چیز دیگه. ما نامنگاری کردیم، خواستیم که با بالاخره این پولش هم داده شده، این پخش بشه، حامی مالی اومده کار داره. متاسفانه اصلا توجهی نشد. چند بار دیگه هم دیگه اینو خودم صحبت کردم، یه جوری به من گفت آقا این ورزش ورزش بچه پولدار هاست، یعنی ببخشید با همین عبارت میگم. در حالی که گفتم آقا اینا کلی جوان ارزشمند و متخصص هستن، خب ماشین های تولید کشور میان تو کلاس پراید، میان تو کلاس 26 میان. Yes.
تا 6 تا از این بنزینا است که میشه 50-60. من این بحث مالیشو نمیکنم، خدای نکرده کسی از نه نه نه، بحث اینه که میخوام بگم شما یه کسی میشنفه میگه فلانه. نه 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 نه، خیلی خب ما اصلا خب نه، یه مسئله دیگه رو میخوام بذاریم. اضافه دارن که نمیارن. خب بذاریم همین رو به همین میخوام برسم. میخوام بگم که این تو ویلاش 500 میلیون. خب ببین الان این برای شما هیچ بازگشت مالی نداره، هیچ آورده مالی نداره، درسته؟ صرفا خب برای چی شرکت میکنید؟ ما تا امروز بنده اصلا نمیخواستم این مسابقه رو بیام. به خدا ماشینم هم 2-3 تا ایراد، یعنی 2 تا ایراد فاحش داره که همه هم میدونن. اولا لاستیک ندارم، لاستیکم نرسید، یعنی حقیقتش هم بهت بگم دیگه دوست نداشتم برم 400 میلیون پول لاستیک بگم. خود آقایون سرپرست همینجا لاستیکو میتونی ازشون قیمت بگی، خیلی دوست داشتن که مثلا برای خود من بیارن، میشه 400 میلیون. نکردم، با کمترین هزینه این مسابقه رو اومدم. حتی ترمزم هم مشکل داره، خدای باقرزاده هم میدونه، همه هم میدونه. الان اومدم ازش اصلا میگم حواسمون باشه به هم دیگه. پس این دوستی است، هیچ کسی نمیره. ما اصلا این تیم و اون تیم نداریم، ما هممون یه تیمیم. خب ما فقط مشکل اصلی بنده تا به امروز ما احترام دلمون میخواست، دوست داشتیم از نظر معنویات به راننده ها احترام بذاریم. شما جایگاه اصلا اینجا راننده انگار جایگاهی نداره اینجوری که ما فرقی نمیکنه. آقای جنیدی 30 ساله، آقای جنیدی که مثلا این همه خرج، آقای باقرزاده که این همه سال تجربه، این همه ماشین ورودی پیست داشته و این همه زحمت کشیده، با یه کسی که دفعه اول میاد با یه پراید هم میاد، اصلا جسارت نمیکنم. اونها همه عزیزای منن، خودشون هم میدونن، قلبی همه‌شون رو دوست دارم، با همه‌شون هم رفیقم. ولی کاپی که به اون کلاس تعلق میگیره، اون کاپ با همین کلاس هم تعلق میگیره. اگر جایزه‌ای که اصلا خب خدا رو شکر که اصلا جایزه‌ای هم وجود نداره، حالا چه متاسفانه چه خوشبختانه، اصلا هر چی اصلا از این فدراسیون که به راننده‌ها هیچ کاری انجام نمیده، همه حالتایی که شما در نظر بگیری دوست عزیز به ضرر کامل یه راننده است. مسابقه ندادن ما خیلی قشنگتر از مسابقه دادن. من همینجا امیدوارم که این موضوع رو پخش کنی و به گوش آقای ناظمی برسه. آقای ناظمی عزیز، اگه سعی کنی مسابقه برگزار نکنی، به نفع این عزیزانت کار کردی، به نفع این اعضاد کار کردی، به نفع این راننده ها کار کردی. از راننده ها میگن تقصیر فدراسیونه. شما هم که جور تقصیری به من بگین، این الان توضیح میگن چرا فدراسیون نمیاد و تلویزیون رو نمیاره؟ الان اسپانسر یا تبلیغات محیطی نداریم، از این حرفا میزنن. به ما پول نمیدن برای ما که داریم مثلا برای هر مسابقه 400-500 میلیون تومان هزینه میکنیم، پول خوبی نمیدن، جایزه ها مثلا ارزشمند نیست، ارزش مالی نداره. اینا رو میگن چرا فدراسیون کاری نمیکنه. بخشش که پاسخ دادم به شما، بخش دیگریش ببینید، فدراسیون ما بالاخره فدراسیون آماتور هست، حامیان مالی هم یه بخشش اینجا میگه، بخش هم واقعا تمایلی نیست. ما بارها اعلام کردیم روی هم سایت فدراسیون هست، هم کانال های ارتباطی دیگه، هر کس مایله بیاد اینجا کاری انجام بده. خود دوستانم به خوبی میدونن داستان رو. خودروسازا چرا نمیان؟ شما اتفاقا از من سوالم از شما اینه، دو تا خودروساز بزرگمون، بقیه خودروساز نزدیک 270-280 تا خودرو ماشین فقط در حوزه ماشین داریم، 150-160 تا موتور تا همین امروز هم نیومدن. من با یکی از فوتبال میرن ولی اینجا که من خودشونه نمیان. خب اینم سوال مهمه. من با یکیشون صحبت میکردم، میگفتن خب چرا نمی حمایت کنی؟ گفت ببین فلانی، ما یه پیش فروش ماشین میذاریم به اندازه چند سالمون درآمد داریم. بچه‌ها میگن تو فوتبال، حالا فوتبال ممکنه حوزه‌ش و جذابیتاش فرق کنه یا نوع بازاریابی فرق کنه. الان خب شرکت‌های مفصلی اونجا دارن کار می‌کنن، مثلا فوتبال حرفه‌ای ارقام خیلی بزرگتره. نه برای ما، الان بقیه رشته‌ها رو شما من بگید کجا غیر از کشتی که حالا یه وضعیت سنتی و آیینی و بالاخره خاص داره، بقیه رشته‌ها هم همچین فرصتی براشون نیست که بخواد سهمی از آنتن حداقل شبکه ورزش سیما رو داشته باشه. ما الان اینجا نفهمیدیم برای چیه این اومدنمون که با هم دیگه وایسیم مسابقه بدیم. جنگ مسابقه، اگر واقعا مسابقه است باید این ورزشکار اسپانسر داشته باشی، بیمه های خاصی تو داشته باشی. چرا اسپانسر اصلا نمیاد سمت؟ چرا برای اسپانسر جذابیت نداره؟ پخش مستقیم نداره، قربونت برم کی بیاد؟ برای چی اصلا بیان اینجا هزینه کنن؟ نه احترام میذارن، نه کاری. مثلا بنده اومدم برند خودم و همین جوری گذاشتم، اومدم میگم فلانی آقای جنیدی اومده، حالا چرا برند گالری خودشو گذاشته، حالا چیزی هم مثلا به ما میرسه؟ اصلا دیگه واقعا خنده داره. پیش از یک شبکه
همین نمیدونم مافیری گذاشته بود که زنده بود دیگه، لایف داشتن پخش میکردن رو آنتن شبکه. این دفعه اونم نیست. ببین هر دفعه سرد میشی، هر دفعه که من میام واقعیت اینه، اصلا اینا یه سری از شرکت کننده دیگه نیستن. ما توقع پخش دیگه تلویزیون نه انجام بیاد بده، شبکه سه، حالا شبکه 5. نه دفعه پیش از یه آنتنی اومدن گفتن لایف، مردم میرفتن با گوشی موبایلشون دیگه، حالا تلویزیون نمیدیدن. بعد این دفعه اونم نیست، هی سرد میشی. حداقل این که خانواده ماها میدیدن اتفاقی برای عزیزانشون نیفته، خیالشون جمع‌تر بودن. الان هم این بنده خدا ما که جواب تلفن نمیدیم به خاطر یه سری مسائل استرس دارن که تا ساعت 2:30-4 که حالا ما هر موقع از اینجا بریم بیرون اینا یه خبری مثلا از ما داشته باشن. بحران مخاطبی که الان حداقل گفته میشه این روزها رسانه ملی باش درگیر هست، بخشش خب باید اینجا جبران بشه. این که ما تماما انتظار داشته باشیم که این کار رو فدراسیون هزینه کنه و انجام بده، خب فدراسیون باید فشارش رو بیاره روی شرکت کننده رو بخشای دیگه. ولی ما در میاد مثلا الان بلیت فروشی شما در میاد که هزینه اونا بده. واقعا اگر بخوایم اینجا، خیلی از این بچه‌ها واقعا ازشون ممنونم، تو کادر مارشال هامون، داوریمون، برگزاریمون، واقعا دارن مثل همه سالها به خاطر عشق و علاقه به اینجا میان. فقط شاید یه کارت از فدراسیون میگم، ولی اگه ما خواستیم هزینه تمام شده رو حساب کنیم اصلا صرف نمیکنه برگزاری مسابقه. شما فکر کنید مثلا وزارت ورزش سالی چقدر پرداخت میکنه؟ سالی 2-3 میلیارد به ما میده که این حتی هزینه های ابتدایی اینجا در نمیاد. خودتون شاهدید چند وقت پیش در پیستو تقریبا بسته بودن به خاطر بدهی 7-8 میلیاردی. این داره کجا این کار انجام میده؟ خب شرکت توسعه شاید اونم حق داشته باشد. الان همین ماه گذشته نزدیک 300 میلیون تومان فقط ما پول برق و انشابات اینجا رو پرداخت کردیم. خب این که نمیشه که ما یه هزینه کمک ناچیزی وزارت خونه بقیش هم میگه آقا در بیار. میتونین در بیارین؟ تا اینجا سر و پا نگه داشتیم. الان این کاری که داره اتفاق میفته اگه مدیریت ماها نبود که الان شما شاهد همین موضوع هم نبودید. الان راننده و مثلا بخشی که حرفه‌ای هم دارن مثلا هزینه خیلی زیادی میکنن، میگن چرا سهمی از بلیت فروشی به ما نمیدن برای شرکت؟ ببینید اصلا چه قراردادی رو ما نداریم توی اینجا سهمی رو داده بشه همچین بحثی. اگه بخوای اینجوری بشه که خب باید بشین اون وقت فضا فضای حرفه‌ای و کمپانی میشه، با فرد نمیبندن. یکی از مشکلات ساختاری هم اینجا همینه، فدراسیون داره برگزار میکنه. بله اگر شرکت ها بودن تولیدی هایی که خیلی از جای دنیا دارن این کار میکنن حسابش کنه. زمینی که اینجا راننده حرفه‌ای ما نداریم، راننده حرفه‌ای یعنی که در مسابقات بزرگ دنیا حتما میره شرکت میکنه یا حداقل آسیا میره شرکت میکنه و یه سطحی داره. اینجا این پیست نه حرفه‌ایه نه راننده حرفه‌ای ما داریم، قابل احترامه. ولی باز شما قضاوت کنین که آیا ما حوزه مسابقاتمون حرفه‌ای است یا نه. نه در این موقع، در سالهای گذشته. در سالهای گذشته خب میومده شرکت‌های خاص میومده. حالا به خاطر واقعا فشار تحریما اینو بدون تعارف بگیم، مثلا چه میدونم ردبول دیگه وارد نمیشه، فلان روغن موتور دیگه وارد نمیشه، فلان بخش وارد نمیشه، داخلی هم چندان رغبتی ندارن که حالا فوتبال اصلا جنساشون همینجوری میخرن اصلا. بله نیازی نیست، من باورتون میشه. برای همینجا برای خیلی از جایزه با کلی خواهش تمنا کنیم و رفاقتی حلش کنیم تا بیان اینجا حمایت بشه. این احتمال واقعا مشکل هست تو این حوزه. ولی من از رسانه ها خواهش میکنم، ما رسانه های جدید، رسانه های برخط مثل روبیکا، مثل آپارات، مثل آنتن، اینا یه مقدار چارچوبش رو تعریف کنیم و اینجوری دیده بشه. زمینی که من همینجا اعلام میکنم هر عزیزی، هر راننده‌ای، هر کس در هر حوزه به صورت مشروع و قانونی مطابق با چارچوب و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی که فدراسیون و وزارتخونه داره استقبال میکنیم تشریف بیارن و پوشش بدن. خوشحالم میشیم، همینجا اعلام میکنیم هیچ دست ردی هم به سینه هیچ کس نمیزنیم. I'm not doing something.
آیا جون ایدی چی شد؟ عقب بودین یه دفعه همه رو گرفتین؟ نه تو جلو بودن ولی هم خوشی که زد به هم میتونی نگاه کنیم یه قومم بگیری بعد نیست برای جوست اینکه هم خوش زد ما اسمین شدیم ولی خب دیگه کار خداست دیگه خدا دوستمون بشه. آیا جون ایدی اول مسابقه چی شد عقب افتادین؟ استارتو خب زدم تو استارت اول بودم یکی از دوستان حالا دقیقاً نمیدونم کی بود از پشت شارژ کرد منو و من اسپین شدم و اینکه تا به خودم اومدم دیدم تقریباً همه رفتن دوباره مسابقه رو از نو شروع کردم برای خودم هم یه چالش باحالی بود و جذاب بود و هیچ کی فکر نمی‌کرد که بتونین اول بشین وقتی اینقدر عقب افتاده بودین خیلی عقب افتاده بودین اصلا کلا من سعی تلاشمو میکنم نه توی این ورزش تو کارم هم همینم باید سعی و تلاش کنی اگه تلاش نکنی به هیچ جا نمیرسی بکنم یه درس بود برای راننده های جوان که اگه عقب هم افتادی برسونی تو تمام مسابقات مثلا شما تو هر مسابقه اسم نمیبرم ورزشی که دوستان دیگه ناراحت نشن ولی تو هر ورزشی عقب باشی جای جبران هست دور آخر چطوری سعی کردین که رقیبتون رو بگیرین؟ ببین این واقعا سخت بود اصلا برای خودم هم خیلی جالب بود که انقدر تمیز رون انقدر قشنگ رون و راننده جوون و تقریبا یه جورایی خیلی اخلاقی رون یعنی اصلا بهتون نزد اصلا نه اصلا برادرزادمه یعنی انگار با برادرزادم داشتم رانندگی میکردم و اینکه لذت بردم واقعا لذت بردم یه جوون رو من دیدم امروز واقعا منو تحت تاثیر تو این چند سال قرار داد ایشون بود خب کلتون اول با محمد 27 بود با محمد 27 بود چی شد محمد رفت کنار اصلا من نفهمیدم احتمالاً خب نقص فنیه دیگه این یه چیز عادیه تو تمام ماشینا امروز هم دیدین که زیاد از این ماشینای اتفاق براشون افتاد ما هم دافته جدا بافته نیستیم قانونا این اتفاقا برامون پیش میاد خب چیکار کردین که این اتفاقا برای شما پیش نمیاد نه ببینید اینا همه دست خداست یعنی چیزی نیست که ببینیم ما همه تلاشمون رو میکنیم راننده‌ای که میاد توی خط استارت وای میسه با تمام توانش میاد مگر اینکه یه سری اتفاقا بیفته به خاطر یه سری از مسائل و یه سری چیزایی که ما خب اینجا تامینش توی ایران برامون سخته حالا جنسی مثلا نرسه ما نتونیم ببندیم با جنس قبلی حالا 50-50 بیایم یه مسابقه یا اجرا بده ولی سعی میکنیم 99% سعی میکنیم همه با امکانات عالی و با توان بالا بیایم مسابقمون رو ادامه بدیم ولی اینکه حالا یه سری اتفاق میفته تو همه جای دنیا تو تمام مسابقات خوب اتومبیلرانی دنیا اصلا شاید مثلا بهترین مسابقه دنیا سر یه قطعه خیلی کوچیک اصلا بتونه مسابقه رو از دست بده خسته نباشید جلو بودیم تقریبا دور آخر بود که دور آخر خب قدرت ها نسبتا به هم نمیخوره ولی خب یه تمام تلاشونو کردیم برای اولی نشد چطور بود مسابقه؟ خیلی عالی بود. همه تیم برگزاری همه خیلی خوب کار کردن. مسابقه خیلی خوبی بود. یه توضیح در مورد خودروتون هم میدین؟ خودرو ما یه هوندای سیویک موتور K20 با حجم سی سی 2 لیتر که توی کلاس 2000 شرکت می‌کنیم ولی خب توی آزاد هم گفتیم ثبت نام کنیم واسه. من 20. 20 سالتونه؟ بله. از کی آموزش دیدین؟ از کی آموزش دیدین؟ از سال پیش من به کمک تیم آقای مهری و خود آقای مهری آموزش دیدم و به این نتایج رسیدیم فکر میکردین که دوم بشین وقتی که جلو بودین؟ فکرش آره میکردم چون بالاخره حجم ماشینا و قدرت ماشینا به هم دیگه نمیخوره آره خیلی عجیب غریب بود آقای جنیدی از چهارم رسید و شما رو گرفت بله درست خیلی هم داشتین سعی میکردین نذارین بله اینا نشد خب نمیشه دیگه اونطوری برخورد ایجاد میشه نمیشه ببین سوم شدین بله قربان یه توضیح میدین در مورد مسابقه مسابقه خیلی خوبی بود به خدمت شما که بالاخره اومده بودیم که مقام بیاریم و موفقم شدیم خیلی تقریبا تا دورهای آخر دوم بودین ولی آقای جنیدی گرفتتون چرا؟ بله به خاطر اینکه ماشین ایشون خب یه مقدار قوی تر هستن و یه مشکلاتی بود که تا امروز نرسیده بودیم حلش کنیم انشالله برای بعدا خوب میشه در مورد ماشینتون هم توضیح میدین؟ چه توضیحاتی دوست داری؟ قدرت موتور اشکار فنی که کرد قدرتش 280 اسب 2400 سی سی موتور کیه هونداست به خدمت شما با گیربکس و متعلقاتش دید. در کنار آقای مهری هستم ایشون سه تا خودروی اول کلاس آزاد ایران رو یه جورایی درست کردن و بریم ببینیم چیکار کردن در مورد کاری که انجام دادن رو خودرو توضیح میدین اولین نکته این که خب خسته نباشیم ممنون که خلاص این گزارش رو میگیرید ما تیم استان خراسان رضوی هستیم
با 7 تا ماشین شرکت کردیم، 7 تا کاب زدیم امروز. تو کلاس بی پی استاندارد 1 کاب زدیم، تو کلاس 2000 جی تی 2 تا کاب زدیم و همچنین تو کلاس آزاد هم 3 تا کاب زدیم و همیشه سعی کردیم که 100% ستاپ بیایم. این رقابتی که دیدین با آقای جونیدین یه رقابت خیلی حرفه‌ایه و نابرابر بودا، چون اون ماشین 700 اسب، این 240 اسب، ولی خب با رانندگی آقای بهراد پازند واقعا میتونم بهتون بگم که تایم و لپ بی‌نظیری زدیم و مسابقه خیلی حرفه‌ای دادیم. همیشه سعی کردیم مسابقات کشوری رو شرکت کنیم و جزء تنها تیمی هستیم که ماشینمون یه شرکتیه رنگ. یه هفته ما اردو میذاریم اینجا، یعنی از شنبه میایم، تنها تیم کشورم هستیم که ما میایم یه هفته تمرین اردو، بچه‌ها با آب و هوا آشنا میشن، با همه چی و وارد مسابقه میشیم. ما سعی کردیم همیشه ستاپ‌تر، بهتر و بروزتر باشیم. خودرو آقای بهراد پازند و خودرو آقای ادموند آورند، اینا موتورهای سری K هستش با حجمای 2000 تا 2400 با اسبای بخار بین 220 تا 250-60 اسب و 100% ستاپ شده واسه این پیست به لحاظ گیربوکس، به لحاظ زیربندی، چسبندگی، همه چیز. برای همون میتونه در برابر یه ماشین آمریکایی 700 اسب با 800-900 تا ترک، دیدین تا دور 9 اون اتفاق جابجایی افتاد، یعنی تا دور 9 بازم ماشین ما بی نظیر جلو بود، ولی خب دیگه قدرت یه چیز دیگه بود، اون دونست دور 9 برسه، ولی رقابت بی نظیر قشنگی بود. شما بکنم بیشتر رو وزن کار کردین، یعنی چون قدرت موتورتون پایینه سعی کنین وزن رو کاهش بدین که با این قضیه وزن بتونین با مثلا آقای جنیدی هم تو رقابت کنین. آره، ماشین ما که دیدین رقابت کرد واسه کلاس 2000 سی سی است. آره اون ماشین، آره با وزن 900 کیلوه، با وزن کلاس خودش 2000 سی سی 900 کیلو وارد کلاس آزاد شده. 400 کیلو از ماشین آقای جنیدی سبک‌تره، ولی خب قدرتش هم خیلی کمتره. بله 100% و این همیشه وزن حرف اول تو دنیا میزنه ها. شما هر چیزی تو دنیا وقتی نگاه کنین اولین کیفیت وزن. ولی این مسابقه نشون داد که شما نیاز دارین که قدرت ماشیناتون افزایش بدین. یعنی دیگه با این موتور نمیتونین مثلا با همچین ماشینی رقابت. خب اینو آره 100% همینه، ما احتیاج به قدرت بیشتر داریم، چون که تو دوره آخر دیدین خب این جابجایی اتفاق افتاد. ولی ماشین ما تو اون لیمیت رانندگی بود، با رانندگی آقای بهراد پازند 18 سالشه، راننده 100% آماتوره. این دومی مسابقهش بود و از انتظارا خیلی بالاتر بود. شهبین یگانه هستم، از سال 1381 در مسابقات اتومبیل شرکت میکنم، قهرمانی کشور و اولین مسابقه هم اول شدم. امروز 167مین اولی کشوری ما گرفتم. امروز 3 تا مسابقه داشتم که هر 3 تاش اول شدم. تیونر هم هستین درسته؟ بله. یعنی خودرو خودت می‌دونی؟ بله. یه توضیح در مورد همین ماشینا می‌دین؟ خب این ماشینا حالا کلاس‌های مختلفه دیگه. توی هر کلاسی یه سری قوانین داره که طبق اون قوانین می‌تونیم ماشینو قویش بکنیم. این ماشین کلاس 1600 جی تی، یعنی حجم موتور باید 1600 سی سی باشه، ولی حالا هر کاری داخل موتور بکنی یا قطعات بیرونیش میتونی تعویض کنی و قطعات هفته مارکت بشه. قدرتش چقدر میشه؟ این حدود 207 اسب بخوره. سر چرخ. این یکی این برای کلاس استاندارد این 118 اسب و اون برای کلاس اختصاصی 196 اسب. خب شما چند سالتونه؟ 64 ام. 64. اینکه تیونر باشین و راننده باشین چه کمکی میکنه به تیون کردن ماشین و چه کمکی میکنه به راننده شدنتون؟ خب این حالا تیونینگ کردن کاری بوده که از قدیم حالا پدرم و دایی پدرم و اینا انجام میدادن، برای همین دارم ادامش میدم. ولی برای رانندگی از اینکه بفهمی موتور و گیرباکس و دورش رو با هم بتونی هماهنگ کنی و بفهمی اگه یه ایرادی ماشین میخوره میتونه مشکل از چی باشه و سریع رفعش کنی، یا برای ستاپ کردن ماشین خیلی کمک میکنه. برای هر مسابقه چقدر باید هزینه کنی برای هر کدوم از ماشینا؟ تقریبا 5 تا گالون بنزین Q16 استفاده میکنیم، وی پی ریسینگ گالون 19 لیتریه. 5 تا گالون این مصرف داره، 5 تا گالون این. هر گالون چقدر قیمتش؟ 9.5 میلیون. چقدر میشه کلا؟ 95 تا تقریبا پول بنزین. فقط سوخته. بله. لاستیک و اینا چی؟ لاستیک این 5 میلیونه، لاستیک اون 30 تومنه. نظر من هر دو تا مسابقه بعد عوض بکنیم. خب آورده این مسابقه براتون چه؟ شما که اسپانسر ندارید اینجا و دارین همش از جیب هزینه میکنید، آوردهش چیه؟ من اسپانسر دارم. شما اسپانسر دارید و کلا روند رشد مسابقات رو به چه صورت میبینید؟ بهتر شده نسبت به قبل، بدتر شده؟ خب ما این زیر ساختمون میشه گفت ضعیفه بالاخره دیگه، حالا توی جامعه ما میشه گفت زیاد روش فعالیت نشده، زیر ساختمو یک مقدار ضعیف، ولی حالا یه پیستی هم توی آیلند ساخته شده که حالا از سال آینده ان شاءالله مسابقات یه سرش دون برگزار میشه، اون دیگه پیست حرفه‌ای و فکر کنم خب یه مقدار واسه پیشرفتمون میشه. چند تا اولی داری؟ 167 تا. چند تا دومی؟ دومی سومی دو سه تا بیشتر ندارم. یعنی هر چی مسابقه دادی اول شد؟ از اولی مسابقه اول شد. راز این موفقیت چیه؟ تلاش.
خودتون چجور آموزش دیدین؟ پدرم راننده بودن؟ بله، هم پدرم هم دایی پدرم قهرمان تور رنی. موفق باشی، ممنونم. قربت برم، ممنون شما.